هواپیما گرفتگی هواپیما زدگی 857. <متحدث> سد <پنجه> <كافئین> را مهار کنید بعضی از افراد وارد پیشنهاد می کنند برای تنظیم دوباره ساعت بدنتان از نوشیدنی های کافئین دار استفاده کنید. چند روز پیش از پرواز شروع کنید به نوشیدن نوشیدنی های کافئین دار. این کار را درست در ساعتی که میدانید در پرواز خواهید بود انجام دهید. به این ترتیب وقتی به مقصد برسید به راحتی می توانید ساعت بدنتان را تنظیم کنید. 858 صبحانه پروتئین یک روز قبل از پرواز سعی کنید برای صبحانه و نهار غذاهای پروتئین و برای شام غذاهای دارای کربوهیدرات میل کنید. غذاهای پروتئیندار بدن را تحریک می کنند به تولید موادی به نام کتکولامین که باعث می شود در طول روز بدن تاب بیاورد. 859 پاها را رها کنید. پا درد یکی از اثرات دردناک پرواز است که می توانید با پماد نعنا آن را تسکین دهید. مقداری کرم معمولی را با دو تا سه قطر اصاره نعنا ترکیب کنید و به پاها بمالید و برای جلوگیری از ورم پاها جوراب اضافه بپوشید و بعد کفش بپا کنید. 860 زنجفیل را فراموش نکنید. اگر از بیماری ناشی از سفر با وسایل نقلیه رنج میبرید، همیشه زنجفیل همراه داشته باشید. زنجفیل اسید معده را جذب میکند و جلوی تحور را می گیرد. زنجفیل را می توانید به صورت خام بخورید یا پودر آن را در چای بریزید و بنوشید. کپسول زنجفیل هم بسیار مفید است. 861 لیمو را دریابید. هرگاه هنگام سفر احساس تهوع به شما دست داد، لیمو را نصف کنید و آن را مک بزنید. لیمو تعادل اسید آلکالی را در بدن حفظ می کند. به امتحان کردنش می عرضد. 862 با رزماری به آرامش برسید. گیاه باغچه‌ای رزماری هم آرامش بخش است و هم داروی ضد هواپیما زدگی است. دم رزماری بنوشید یا دو تا سه قطره عصاره آن را در یک فنجان آب بچکانید و بنوشید. دم کرده سنبل تیپ هم در طول سفر هوایی به شما آرامش می‌دهد و نفخ را از بین می‌برد. سه قبل از سفر زیتون بخورید. شاید باور نکنید اما زیتون تهوع ناشی از مسافرت را از بین می برد چون زیتون مولد تنین است که باعث کاهش تولید بزاق می شود. چای سیاه هم خاصیت مشابهی دارد ولی باید به محض شروع تهوع آن را بنوشید. 864 نوشابه گازدار بنوشید. نوشابه یا کولاهای گازدار ضد تهوع هستند. بنابراین عوارض ناشی از حرکت را کاهش می دهند. حتما نوشابه گازدار بنوشید چون معده را آرام می کند و از التهاب آن می کاهد. 865 آب بنوشید آب ارزان داروی ضد هواپیما زدگی است چون کم آبی بدن باعث ضعف و بیحالی می شود. بنابراین سعی کنید در سفر هوایی هر یک ساعت یک لیوان آب بنوشید. 866 آفتاب بخورید. روزی که آزم سفر هستید تا جایی که می توانید بدنتان را در معرض آفتاب قرار دهید تا ملاتونین طبیعی در بدن شما تولید شود. به این ترتیب بدن شما می تواند خود را با ناپایداری زمان یا تغییر ساعت وفق دهد. حتما شب قبل از سفر هوایی خواب کافی داشته باشید. ترشح ماده به نام هورمون تاریکی و افزایش سطح خون در نیمه شب اتفاق می افتد و در نیمه دوم شب به طور طبیعی کاهش می یابد.